تو 14 می سال 1796 ادوارد جنر، دامپزشک انگلیسی، دست به کار بزرگی زد و کاربرد واقعی واکسیناسیون رو کشف کرد. کاری کتاب امروز جون میلیون ها نفر رو نجات داده و اونو به پدر ایمن شناسی دنیا معروف کرده. جالبه بدونید که تعداد خیلی زیادی از انسان ها واکسن ها رو برای نقشی که تو مبارزه با بیماری های مختلف دارن ستایش میکنن، اما یه گروه دیگه از مردم که تعدادشون روز به روز داره بیشتر هم میشه معتقدن که واکسن ها به جای اینکه از ما محافظت کنن سلامتی ما رو به خطر میندازن. این روزا اینترنت پر شده از داستان‌هایی که در مورد واکنش‌های آلرژیک، ملولیت و حتی مرگ انسان‌ها بعد از دریافت واکسن‌ها صحبت می‌کنند. واقعیت اینه که واکسن‌ها می‌تونن برای ما انسان‌ها عوارض جانبی داشته باشن، اما بیایید تو ویدیوی امروز با هم یک نگاهی بندازیم به نحوه عملکرد واکسن‌ها و ببینیم واقعاً چقدر می‌تونن برای ما انسان‌ها خطرناک باشن. سیستم ایمنی بدن شما در واقع یک ارتش فوق‌العاده پیچیده از میلیاردها سلوله، سلول‌هایی که هر کدومشون یک کاری رو برای دفاع از بدن شما انجام میدن. جالبه بدونید که بدن شما هر روز بارها و بارها مورد حمله قرار میگیره، اما از اونجایی که سیستم ایمنی بدن به تنهایی از پس دفع این حمله ها برمیاد، شما حتی متوجه این قضیه هم نمیشید. اما وقتی یک عفونت تو بدن ما جدی میشه، سلول‌های امنیتی اطلاعاتی بدن شروع به جمع‌آوری اطلاعات راجع به مهاجمین میکنن. بعد از اینه که بدن ما شروع به تولید آنتی‌بادی یا همون پادتن‌ها میکنه تا با عامل بیماریزا مقابله کنه. این پادتن‌ها به صورت اختصاصی و فقط برای عامل بیماریزایی که وارد بدنمون شده ساخته میشن. اما متاسفانه این فرایند به چند روز زمان برای تکمیل شدن نیاز داره، که همین قضیه فرصت کافی رو به عامل بیماریزا میده تا بتونه به بدن ما آسیب وارد کنه. واقعیت اینه که بدن ما اصلا دوست نداره که پشت سر هم وارد نبردهای جدی بشه. به خاطر همین سیستم ایمنی بدن ما با یک راهکار هوشمندانه در طول زمان قویتر و قویتر میشه. وقتی ما مریض میشیم و بدن ما مجبور به استفاده از آنتیبادی ها میشه، سیستم ایمنی ما به صورت خودکار سلول هایی رو به وجود میاره به اسم سلول های خاطره، که به صورت غیر فعال تو بدن ما باقی میمونن و به محض ورود دوباره عامل بیماریزا فعال میشن و یک حمله سازمان یافته و تولید آنتیبادی ها رو رهبری میکنن. یک سیستم ایمنی فوق‌العاده که ممکنه برای همیشه تو بدن شما باقی بمونه و به شما کمک کنه که خیلی از بیماری ها رو فقط یک بار بگیرید. به خاطر همین هم هست که بچه های نوزاد دائما مریض میشن، چون به اندازه کافی سلول های خاطره توی بدنشون ندارن. در واقع میتونیم اینجوری بگیم که این مکانیسم طبیعی فوق‌العاده یک جورایی شروع به طراحی و ساخت انواع واکسن های مختلف توی بدن ما انسان ها میکنه. با وجود فوق‌العاده بودن سلول‌های خاطره، به دست آوردن اونا از طریق مریض شدن یک کار ناخوشایند و حتی بعضی وقتا خطرناکه. واکسن‌ها یک راه برای گول زدن سیستم ایمنی بدن، برای تولید سلول‌های خاطره و ایمن کردن بدن در مقابل انواع بیماری‌ها به حساب میاد. در واقع واکسن‌ها وانمود می‌کنن که یک بیماری خطرناک هستن. یکی از راه‌های انجام این کار تزریق عامل‌های بیماریزایی به بدنه که نمیتونن هیچ نوع آسیبی به بدن ما برسونن. مهاجم‌های کشته شده یا تیکه تیکه شده ای که هیچ خطری برای ما ندارن. سیستم ایمنی بدن خیلی راحت این مهاجم‌ها رو نابود می‌کنه و سلول‌های خاطره‌ای رو به وجود میاره که بعدها در صورت ورود عامل بیماریزای زنده میتونن به راحتی اون‌ها رو شناسایی کنن و باهاشون مبارزه کنن. اما بعضی وقتا لازمه که سیستم ایمنی بدن رو مجبور به فعالیت بیشتری بکنیم تا سلول‌های خاطره بیشتری رو به وجود بیاره. برای این کار از واکسن‌های زنده استفاده میشه، یعنی واکسن‌هایی که در واقع خیلی شبیه به مهاجمای اصلی هستن. خب این خیلی ایده جالبی به نظر نمیرسه، اما باید بدونید که این واکسن‌ها با روش کم کردن شدت بیماریزایی یا ناتوان کردن پاتوژن بیماریزا به دست میان. در واقع این میکروب ها فقط به اندازه قوی هستند که بتونن سیستم ایمنی بدن رو تحریک کنن و سلول های خاطره کافی به وجود بیارن.
جالب بدونید که میکروب بعضی از بیماری ها مثل ویروس آنفولانزا اینقدر سریع تغییر شکل میدن که برای کنترل اونا در طول یک سال یک بار و یا حتی بیشتر احتیاج به تولید واکسن جدید داریم. اما در مورد بعضی از بیماری ها واکسن ها میتونن حتی یک ایمنی دائمی رو برای همیشه توی بدن شما به وجود بیارن. تا اینجای قضیه همه چیز خوب به نظر میرسه، اما یک نکته خیلی خیلی مهم وجود داره. واکسن ها مثل خیلی چیزایی که تو دنیا وجود داره یک چهره و یک طرف سیاه و تاریک هم داره. درست فهمیدید، منظورم عوارض جانبی واکسن هاست. اما این عوارض جانبی چی هستن و اگه کسی دچار این عوارض جانبی بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قبل از اینکه واکسن سرخک تو سال 1963 در دسترس عموم قرار بگیره، تقریبا همه بچه‌های دنیا تو یک دوره‌ای به سرخک آلوده می‌شدن. یعنی سالانه چیزی حدود 135 میلیون مورد تو دهه 50 میلادی. ولی آیا واقعا سرخک تو سال 2024 همونقدر خطرناکه؟ آیا واکسن‌ها ارزش خطرات ناشی از عوارض جانبیشون رو دارن یا نه؟ خب برای پیدا کردن جواب این سوالا بیایید یک آزمایش فکری رو بر اساس اعداد و ارقام واقعی انجام بدید. یک کشور توسعه یافته رو تو یک دنیای موازی در نظر بگیرید که سیستم بهداشتی خیلی خوبی داره، اما مردم واکسن ضد سرخک رو به طور کامل متوقف کردن. توی این مدل فرض میکنیم که 10 میلیون کودک سرخک گرفتن، به نظرتون چه اتفاقی میفته؟ خب بذارید بهتون بگم. 9 میلیون و 800 هزار نفر یا 98% اونا دچار تب بالا و عارضه های پوستی میشن. بیشتر از 800 هزار نفر یعنی چیزی حدود 8% دچار اسهال خطرناک میشن. 700 هزار نفر یا 7% اونا به عفونت گوش مبتلا میشن که میتونه باعث از دست دادن قدرت شنوایی اونا بشه. 600 هزار نفر از این جمعیت یعنی 6% اونا دچار سینه پهلو میشن که خطرناک ترین عارضه بیماری سرخکه. جالبه بدونید که همین سینه پهلو کردن حداقل باعث مرگ 12,000 نفر از این جمعیت فرضی میشه. بیشتر از 1% این بچه ها یعنی چیزی حدود 10,000 نفر دچار التهاب مغزی و 25,000% یعنی 2500 نفر از اونا دچار عارضه SSPE میشن. SSPE حالتیه که ویروس سرخک تو مغز بیمار به صورت نهفته باقی میمونه و چند سال بعد فعال میشه و اون بیمارها رو میکشه. به طور کلی توی این مدل 2.5 میلیون نفر از عوارض تقریبا جدی سرخک رنج میبرن و تقریبا 20 هزار نفر هم به خاطر این بیماری وحشتناک جون خودشون رو از دست میدن. البته این همه داستان نیست. بچه‌هایی که بیماری سرخک رو شکست میدن، سیستم ایمنی بدنشون به شدت آسیب میبینه و به زمان خیلی زیادی برای بازسازی اون نیاز دارن که همین قضیه به بیماری‌های دیگه فرصت میده که به این بچه‌ها آسیب‌های جدی و بیشتری رو برسونن. خب حالا برای اینکه بتونیم عوارض واکسن‌ها رو بررسی کنیم، بیایید یک آزمایش فکری مشابه رو برای واکسن‌ها در نظر بگیریم. این بار جمعیت 10 میلیونی بچه‌ها رو با واکسن MMR یعنی واکسن سرخک، سرخچه و اوریون واکسینه می‌کنیم. بعد از واکسینه شدن از کل 10 میلیون بچه 1 میلیون یا 10% اونا تب می‌کنن و 500 هزار نفر یعنی 5% اونا بدنشون جوش می‌زنه. چیزی حدود 0.1% یا 100 نفر ممکنه که دچار حساسیت شدید بشن که احتیاج به درمان فوری داره. تا 10 نفر از پسرها یا 0.1% از پسرها ممکنه دچار التهاب آلت تناسلی بشن و تا 10 نفر دیگه ممکنه دچار شدیدترین عارضه جانبی واکسن MMR یعنی التهاب مغزی بشن. پس ما 10 میلیون بچه رو واکسینه کردیم و در کل چیزی حدود 120 نفر دچار عارضه جانبی نسبتاً جدی شدن که نیاز به مراقبت و درمان داره که به لطف مراقبت‌های پزشکی مناسب تو کشور توسعه یافته فرضی ما تقریباً همه اون 120 نفر رو میتونیم درمان کنیم و خطر مرگ هیچ کدوم از اونا رو به طور جدی تهدید نمی‌کنه. با این حساب واکسینه شدن هیچ ضرری برای شما نداره، اما شایعات عجیب و غریبی که در مورد واکسن ها وجود داره از کجا میاد؟ تو سال 1998 یک سری از محققای انگلیسی مقاله‌ای رو منتشر کردن که طبق اون گفته شده بود که واکسن MMR باعث به وجود اومدن اوتیسم میشه. بعد از این بود که تحقیقات خیلی زیادی در این مورد انجام شد که البته نتیجه این تحقیقات هم کاملا واضح بود
واکسن ها باعث اوتیسم نمیشن. این چیزیه که در حال حاضر دانشمندا تقریبا با اطمینان کامل راجبش اتفاق نظر دارن. به طور کلی باید بهتون بگم که از سال 1971 صدها میلیون نفر واکسن MMR رو دریافت کردن که پیدا کردن گزارش مرگ به خاطر واکسینه شدن از بین این همه بچه‌ای که واکسینه شدن تقریبا نزدیک به صفره و فکر میکنم فقط چند مورد ثبت شده تو کل دنیا وجود داره که از تعداد انگشتای یک دست هم کمتره. این در حالیه که آمار در مورد مرگ و میر بیماری سرخک خیلی راحت در دسترس عموم قرار داره. به عنوان مثال این بیماری فقط تو سال 2017 جون 110 هزار نفر رو تو کل دنیا گرفته که شامل کسایی میشه که به دلایل مختلف مثلا داشتن آلرژی واکسینه نشدن. اینو باید بدونید که اگه بچه شما واقعا به هر دلیلی نتونه واکسینه بشه، تنها راه نجاتش واکسینه شدن تعداد بیشتر و بیشتری از افراد جامعه است تا از شیوع و انتقال بیماری به افراد دیگه جلوگیری بشه، چیزی که به اون ایمنی جمعیتی میگن. به طور کلی واکسن ها یکی از قوی ترین ابزارهای بشر برای مقابله با بیماری های وحشتناکی هستند که ما داریم سعی میکنیم اونا رو به طور کامل فراموش کنیم. پس تو این موارد خاص از روی احساسات تصمیم نگیرید و به بعضی از این تئوری های توطئه جذاب هم توجه نکنید. به جاش یک نگاهی به این ویدیو بندازید تا با یکی از عجیب ترین و ترسناک ترین بیماری های تاریخ بشریت بیشتر آشنا بشید.